منم خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. چرا مارشال دوستان به کابل برنمی گردد؟ با گذشت حدود 2 هفته از اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستان و هنوز هم به کابل بر نگشته که این امر پرسش های را به میان می آورد. به گزارش سپوتنیک طلوع نوشت 12 روز از مراسم اعطای رتبه مارشالی و نیز در حدود 2 ماه از فرمان رئیس جمهور درباره این رتبه به عبدالرشید دوستم میگذرد. اما مارشال دوستم که بر بنیاد توافق سیاسی عضو شورای امنیت ملی و عضو شورای عالی دولتی است به کابل نیامده است. ارگ سپیدار و نیز نزدیکان آقای دوستم درباره این که چرا مارشال دوستم به کابل نیامده است چیزی نمیگویند، اما شمار از سیاستگران ادامه اختلاف ها میان رهبران حکومت را از علت های عملی نشدن فرمان رئیس جمهور میگویند. در این میان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه را به خودخواهی و بی‌پروایی در برابر مشکلات مردم متهم می‌سازد و می‌گوید که این دو توان کار با هم را ندارند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفت اینها نمی‌توانند در کنار هم کار کنند. مستحیل است بتوانند یکدیگر خود را تحمل کنند. مستحیل است بتوانند در تقسیم قدرت به نزاع نپردازند. در حدود 2.5 ماه از توافق سیاسی برای ایجاد حکومت تازه میان محمد اشرف غنی و عبدالله سپری می شود، اما تا کنون از اعلام کابینه نیز خبری نیست. ارگ سپیدار و نیز نزدیکان آقای دوستم درباره عدم حضور مارشال دوستم به کابل چیزی نمی گویند، اما سخنگوی عبدالله می گوید که تا 2 روز دیگر احضای کابینه اعلام خواهد شد. فریدون خوزون سخنگوی عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفت بحث ها در حال نهایی شدن است و به زودی اعضای باقی مانده کابینه به ویژه بخش جریان ما رسما اعلام می شود. تا کنون برایند توافق سیاسی میان عبدالله و اشرف غنی که پس از در حدود 5 ماه اختلاف به دست آمد، اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم و نیز رسیدن عبدالله به ریاست شورای عالی مصالحه، شورایی که تاکنون 5 معاون آن تکمیل نشده است و از اعضای این شورا هم خبری نیست. همچنان در خبر دیگر، دوستم از سرباز گمنام تا مارشال مقتدر، روزنامه 8 صبح. تاریخ همواره شاهد ظهور رهبران مقتدر از میان توده‌های محروم بوده است. پیشواهایی که اقتدارشان بدون برچسب خانوادگی با نام خودشان آغاز شده و در نهایت تبدیل به شخصیت‌هایی می‌شوند که روحیه مبارزه طلبی و فداکاریشان در قبال محرومیت‌های آن خلق آنها را به عنوان شخصیت‌های ایده‌آل برای دوام تاریخ آن ملت مطرح می کند. ازبک ها قوم محروم، توده مظلوم و جمعیت دور نگه داشته شده از حقوق بشری در صده های پسین تاریخ این مملکت بوده است. حالان که تاریخ همیشه از عظمت و بلندی این قوم گواهی داده که هیچ عقل سلیم از آن انکار کرده نمی تواند. نه تنها ازبک ها بلکه تاجک ها، هزاره ها، ترکمن ها، ایماق و یک تعداد اقلیت های قومی دیگر در این سرزمین از بی‌مهری حکومتیان آن دوره رنج برده و تلاش هایشان همواره جهت بازیافت ارزش های تاریخی و فرهنگیشان خونسا شده و به دلایل گوناگون از فعالیت هایشان باز داشته شده و حتی در موارد سرکوب شدند. افغانستان در 100 سال گذشته عنوان کشوری را به خود دارد که کنش سیاسی، نظامی، سردمداران آن روزگار تمامی برمیگردد و بنیانگذار مملکت تقومی و تاریخی که در آن وقت فقط و فقط از قهرمان یک قوم نوشته شده باشد و این بزرگترین عامل و اصلی است که میشد از آن شکلگیری جریان های سیاسی، نظامی، موازی با نظام و تولد شخصیت های
کاریزماتیک را انتظار داشت. حوادث سالهای قبل از سوالت اتفاقات و رخدادها پیرامون تاثیر مستقیم بر چگونگی شکلگیری شخصیت انسان ها دارد. اگر انسان توأم با مصائب روزگار بزرگ شده و درک عمیق از حوادث و علل آن داشته باشد، طبیعی است که برای بیرون رفت از آن میاندیشد و تلاش میکند. به عبارت دیگر، چرا نیم قرن قبل ازبک ها اولاد خیش را با روح انقلابی بزرگ میکردند؟ چرا در سرزمین های ترکستان جنوبی و قدغن که اکنون به عنوان سمت شمال و شمال شرق افغانستان یاد می شود، مردم از گردن نهادن به اوامر حکومتی ابا ورزیده و حتی علیه آن استادگی می کردن؟ حفاظت از کدام ارزش هاست که آنها را نسبت به جان و مالشان تفاوت می ساخت؟ اینها ظاهرن سوالات ساده و پیش پا افتادن، ولی در عمق معنا حوادثی را شکل می دهند که برای تولد یک رهبر و یک جریان سیاسی کاملا بسنده باشد. قبل از تولد دوستم، سه حادثه تاریخی و بسیار مهم در روزگار اقوام ترکی این سرزمین اتفاق افتاد. هر یک از این حادثات به تنهایی خیش واکنش های را در پی داشت و برای جلوگیری از آن خونها ریخته شده و مادران زیادی را در سوگ فرزندانشان و ماتم نشاندند. این سه حادثه تاریخی از این قرار بود: تبعید و نظربند کردن اکثر خانواده های سرشناس ازبک ترکمن تبار در کابل و کشتن اکثریتشان که پدر غلام محمد میمنگی مرحوم عبدالباقی خان مینگ باشی نیز در جمین ها بود. تدوین نظام نامه ناقلین و توزیع هزاران جریب زمین حاصل خیز قطغن و ترکستان به پشتونهایی که در خط مرزی دیورند زندگی داشتند. تخریب قلعه تاریخی میمنه توسط وزیر گل محمد مهمن و با آتش کشیدن بیش از 3000 کتب دستنویس ازبکی در محضر عام. هر یک از این اتفاقات و تراژدی هایی که عمیقا خلق ترکی این سرزمین از آن متاثر شد، سالها بود در میان اقوام ترکی این سرزمین نسل در نسل و زبان در زبان حکایت می شد. مردم محروم از فعالیت های سیاسی، فرهنگی، انتظار مدافع و رهبری را داشتند تا مدافع ارزش های تاریخی این خلق شود، و بیشک دوستم در 50 سال گذشته این نقش را به عهده داشت و با تمام مشکلات مسئولیت آن را به شانه ها کشید، و من مطمئنم که تاریخ برای نسل های آینده به نیکی از این شخصیت روایت خواهد کرد. تولد و سالهای دشوار جوانی. تولد و سالهای جوانی دوستم مربوط به زمانی است که ازبک ترکمن های افغانستان از رفتن به مدارس و مکاتب عالی دولتی محروم بودند. معدود اشخاص که امتیاز رفتن به مکاتب دولتی را داشتند فرزندان صاحب منصبان و اراکین حکومتی بودند. در آن زمان برای خلق ستمکش ازبک ترکمن آزادی بیان و عقیده وجود نداشت، از فعالیت های سیاسی فرهنگی محروم بودند و دفاع از حقوق مدنی و شهروندی عملا جرم بود. حق کسب دانش از حقوق طبیعی انسان ها است. مردم مظلوم ترکستان جنوبی و قطغن زمین سالهای سال از این حق محروم بوده و سن جوانان زیادی در آرزوی کسب دانش گذشت. روزگار هم که حکومت های مرکزی آن دوره برای جوانان ازبک ترکمن رفتن به مکاتب تا صنف ششم را فراهم کرد، شاید بیشترین روز سال نظامین وابسته به حکومت و مکاتب روش برده و آنها را به بیگاری و کارهای شاقه بیمزد مجبور کردند. و این بنابرای خود بزرگترین دلیل محروم ماندن جوانان و نوجوانان ازبک ترکمن از تعلیم و تحصیل بود، و جوانان زیاده در آن دوره کار کردن در زمین پدری را و بیگاری در زمین های حکومتی ترجیح دادن، و دوستم یکی از جوانان آن روزگار بود. دوستم بعد از این که مجبور به ترک تعلیم می شود، با برادرانش در زمین های پدری کار می کند. دیره نمی گذارد که به عنوان یک کارگر در تفحصات نفت و گاز شبرغان مصروف می شود و سرانجام علاقه و افرار و استعدادی که فکر می کند در بخش نظامی دارد او را به سوی عسکری در حکومت آن زمان می کشد. در نظام فیلی که رسانه ها به عنوان بی‌طرف‌ترین قشر جامعه، کمکاری و افساد گسترده در نهادهای حکومتی بخصوص
ارگان‌های امنیتی را منعکس می‌سازند، شاهد قضاهایی هستیم که سربازی‌های سال‌های در خط نبرد با دشمن جنگیده و ترفیع نمی‌گیرند.